حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سلام آقا تاها. چطوری گله؟ حمید خان سلام. این از اونه چه وقته بود؟ زنم حمید خان داره میزاد. اه به سلامتی؟ سلامت باشید. قابله و خانم دکترم بالا سرشن. از کی تا حالا اینجا خانم دکتر دار شده؟ کجا؟ بیای بابا میخوام برم تو دیگه. بی حیا میخوای بری تو؟ بابا زنمه. خانم دکتر که زنه نیست، بدون روسری نشسته بالا سر زاو. مردم قهیز. گلیج درست شو. درست شو. من به خدا نمیدونستم آقا. بله. برو. بنگ کده. بنداز دور گردن بچه. خانم دکتر دست شما درد نکنه. زحمت کشیدی. تو بیا. ای عزیز باباشه، پیره مرد کجا سهر میکنی؟ پیش تاها. تاها قلبش مریضه ولی روحش سالمه. سالم و بچه‌اش. امیر علی عملش کن. با این دستای پیر و بازنشسته و لرزون تو اگه بگی عملش کن، فردا بهترین دکترای این مملکت میارن برای عملش. 70 به 30 پای ریسکش وای میسی. اگه سالم از اتاق عمل بیرون نیومد چی؟ دوست داشتم وایسم ولی طاقتشو ندارم. داغ اولاد نمیتونم ببینم. قلبش بدون عمل چقدر دیگه پا به پاش میاد؟ دووم میاره، کار میکنه. زنش بده محمد تقی. عشق مثل خون میمونه، تا
رگو چاک میکنه، مثل آب میمونه، میشوره و پایین میبره، سرزده میاد. وقتی هم که میاد باید خبره باشی و یقش کنی اینجوری. مگه اینکه عشق به داده هممون برسه. محمد تقی خان سپاه. بله خواستم با حاج آقا سپاهان بگم ولی پشیمون شدم، گفتم به شما بگم. چی شده؟ حکم جلب آقای حمید سلطانیه، بگیم بیان دم در. حکم جلب برای چی؟ برای چی که 10 میلیونی، 10 میلیون من. سلام علیکم، بفرمایید، بفرمایید داخل، خوش اومدیم. حمید نیستش. بودنش که هست، نباشه هم پدرزنش هست. آخه به ایشون چه ربطی داره؟ ربطش این که آبرو پدرزنش میشه واسه من پول، یا حمید یا پول، یا اینکه میان وسط مهموناتون شروع میکنن به دردر کردن، البته با صدای بلند. حالا کدومش؟ الو گوشی 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 افشین کورنر اول 5 لاین رسیم. خیلی خوب. الو بگو. برق مثل همیشه زود میاد. آقا گشنتون نیست؟ بچه چطوره؟ مثل شما سرماییه. قابله میگفت سردش گریه میکنه. خدا بیامرز مادرتونو. هر وقت با حاج آقا سپاهان و شما و عاطفه خانم میومد اینجا از شب قبلش زنگ میزد که بابام اتاقو براتون گرم کنه. آقا بفرم. نمیدونم چرا سرما سرما میشه. شما هیچی تو نیست آقا، بنیه نداری. البته دکترم مهمه ها، بعضی دکترها دستشون سبک، مثلا همین خانم دکتر دستش سبک، تو همین یه هفته ای که اومده روستا این همه میگن دستش سبک. الانی هم وعده داره بیاد بچه‌مو ببینه. اومد بگم یه نسخه واسه تون بنویسه ها. من نسخه لازم ندارم، معجزه لازم ندارم.
آقا بفرم. الو عاطفه. سلام طه جان، خوبی؟ حمید موبایلش اشغاله، اون براست؟ چیزی شده؟ نه نه، ماهان دلتنگیشو میکنه. خیلی خوب، بایسا برم تو حیات حمید گوشی بدم بهش. آقا بده بدم میبرم بهش. گلیچ جانم. آقا این خانم دکتر مال همین براست. الو عاطفه. حمید ماهان که خوبه؟ حمید یه مرده با مامور اومده دم در، میخواد بیاد جلو مهمونا پیش بابام آبروریزی کنه. تو چه که 10 میلیونی داری دستش؟ میگه مشکاتیم. ای بر اون ذاتت لعنت مشکاتی، ای بر اون ذاتت. یه زنگ بهش بزن بگو بره. داشت میمد تو حیات پیش بابام، با قسم آیه نگهش داشتم که بیرون وایسه. یه پیر برو نیست، اصلا واسه خاطر همین اومده. برای چی؟ واسه آبروریزی. حمید تو رو خدا جلو بابام آبرومو نبر، جلو مهمونا. هر چقدر التماسش کردم. تو غلط میکنی، التماس میکنی به یه آشغال. مگه من مردم زنم التماس کنه به یه آشغال؟ پس چی کار کنم؟ تا پول نگیره نمیره. میدونه نقطه ضعفم بابات، راه رد کردنش فقط با پوله. 10 میلیون از کجا؟ گاف صندوق بابات. دیوونه شدی؟ راهش همینه، باید بری سر وقت گاف صندوق بابات. من نمیتونم. عاطفه جون، الهی من قربونت برم، منو خراب نکن. برو پولو وردار، من خودم صبح نشده میام تهرون پولو میذارم سر جاش. بابا آبرومون رو بخر، اون مشکاتی شر بی حیاست، دریده است، اصلا هرچی که بگی هست. جلوی بابات یه چیزایی از دهنش در میاد، منو سکه یه پول میکنه. برو الهی فدات بشم من، برو پولو وردار، برو دورت بگردم، برو من پیش مرگت بشم، برو من بمیرم برات، برو گریه نکن، گریه نکن، برو، برو درستش میکنم، برو، برو گریه نکن، برو دیگه گریه نکن. بابا تو در میارم مشکاتی، به جون ماهان آوارت میکنم. همین دقا فقط وایستاده بودم گوشی رو ببرم. ببرم نبرم؟ خانم دکتره. Thank you.
الو افشین، برو به مشکاتی بگو یه قسمی خوردم که اگه همه دنیا هم جمع بشن ازش نمیگذرم. برو این پیغامو بهش بده، بگو تو میدونستی من نمیخوام جلوی پدر زنم گندم درات، بگو تو میدونستی که من نمیخوام بفهمم قمار میکنم، بگو تو میدونستی که من رو درواسی دارم با پدر زنم و اومدی از این رو درواسی پول بگیری. باشه بگیر، ولی عین این 10 میلیون رو باید خرج صورتت کنی. بهش بگو اینا. آمرد نالوتی نمک به حروم. شده عاطفه؟ حمید خان، تو چطور نمیدونی من عادت ندارم تو گاوصندوقم پول نقد بذارم؟ تو که از همه چیز من خبر داری، چطور نمیدونی؟ با سهم عاطفه چیکار کردی که الان واسه پول را و چاه سر گاوصندوق رفتن پدرش رو یادش میدی؟ به طرف میگم این 10 میلیون واسه چیه؟ میگه شاید حمید خان خوشش نیاد بگم بابت چیه؟ این چه معامله ای بوده که اگه ازش حرف بزنه تو خوشت نمیاد؟ شما فردا صبح تهرانی، چون من اساسی باهات کار دارم. خدا خیرتون بده خانم دکتر، زحمت کشیدید. خونه رو گرم نگه دارید، زوده بر مریضه. رو چشم خانم دکتر. شب بخیر. عاقبتتون بخیر. خیلی دختر خوبیه، خانمه. آقا تا پرسید اهل این وراست یا نه؟ اسمش هم پرسید. به هم میانا والله به قرآن، دختر خوبیه. من برم برسونمش، اینجا سگ زیاد داره. خانم دکتر وایسید برسونم تو. گل هیچ، خودم میرم. برای چی تو اومدی؟ نه بابا اینجا سگ داره. کی گفته من از تاریکی و سگ میترسم؟ بابا آقا کامبیز، اینم خانم دکتر صحیح و سالم تحویل شما. دست شما در نکنه. سلام. دست در نکنه. خانم دکتر شما مهمان دارید. با فرما گردو. دست شما درد نکن. مامان جون، نمیدونت برم. خوش اومدی. الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله، لا شريك له، اشهد ان محمدا رسول الله. مامان جون، اتاقمو خوب چیدم؟ السلام علیک ایها النبی. بد نیست. السلام علیکم و رحمت الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. مرد زندگیت کلاش و پشت هم انداز در اومد، قبول. ولی میشه واسه یه بی نماز در مسجد و بست؟ تو طلاق گرفتی که از اول شروع کنی، نه اینکه تارک دنیا بشی و بیای. بابا جون، من برای گذروندن آخر دورم اومدم اینجا. فقط اگه دورت نبود چی بابا؟ نمیموندی تو تهران تو خونه درو برو خودت ببندی؟
من که میدونم میموندی و میبسی. بیا چایی تو بخور باقری، اینقدرم چنگ به دل این بچه ننداز. گلچ جانم آقا، این جعبه قرصای منو ندیدی؟ زور باید برگردم. میدونی بدتر از اتفاقی که افتاده چی ممکنه پیش بیاد؟ این که اگه بابام تندی کرد جوابشو بدی. همین اون 10 میلیون بابت چه معامله‌ای بوده؟ یه موقعی معامله ماشینم میکنم. سلام. سلام. بشین. عاطفه ازم خواسته که بیشتر خوبیاتو ببینم. انگار عقلش نمیرسه که اگر خوبیاتو ندیده بودم اونو بهت نمیدادم. حالیمه که به محبت کردید. پس حالیتم هست که از چه چیزایی بدم میاد، نه؟ به سن و سال من که برسی یه چیزایی برات مهم میشه که تو سن و سال تو رنگی نداره. پدرت رفیقم بود و بچه محلم.
عیبایی را زیاد داشت ولی دروغگو نبود. ازت نمیپرسم چرا دست رو دخترم بلند کردی. ازت نمیپرسم با سهم ارثش تو این چند سال چیکار کردی که الان دوزارم براتون باقی نمونده. چیزی رو میپرسم که به گوشت و خون دخترم مربوط میشه، به نوام مربوط میشه، به لقمه ای که توی دهنشون میذارن مربوط میشه. میپرسم راستشو بگو تا محبت توی دلم باقی بمونه. حمید خان، شما قمار میکنی؟ نه، نه. قسم میخوری؟ برو بیرون. کی گفت شامپول بزنی؟ آقا حالش اصلا مردی که واسه چی به من زنگ نزدی؟ آقا به خدا قرصاش تو ماشین جا مونده بود. این زیر نظر بهترین دکترای این مملکته. بعد تو برداشتی دکتر ماموریتی لب قرمزی آوردی بالا سرش که بهش آمپول بزنه؟ چی بهش زدی؟ تو خوبی؟ میگم چی بهش زدی؟ نه بندر کیف تو چی بهش زدی که به دکترش خبر بدم؟ تا نیم ساعت سرکیجه داری، از جا تکون نمیخوری. خانم محترم، میگم چی بهش زدی به دکترش بگم؟ همون گفتی که دکتر لک گفت. ها به خدا، صداش کن خانم دکترو. رفت. صداش کن. به من دست نزن. یعنی واقعا به دکتر لک زنگ زدین و اون گفتش که چی بزن؟ خب من نگرانتم. خدایی نکرد اگه اتفاقی واسط بیفته من با جواب کل جواب کی؟ تو پرستارمی؟ بادیگاردمی یا من علیلم؟ رفت آقا، خانم دکتر رفت. تو با من اینجا اومدی واسه هواخوری مثل حیوان مردم حمله کنی؟ برو ازش معذرت خواهی کن. برو از دلش درا. برو حداقل ویزیتشو بده. میرم ویزیتشو میدم. از دلش هم در میارم. آخه من حیوان حرف گوش کنیم. بهترید آقا. خدا رو شد. ای دادم، ای دادم. گلیج، گلیج، گلیج. جانم آقا.
کالج. جانم آقا. کالج. بله آقا، بله. جانم. کاسشو بخار. بله. دلخور نباش حمید خان. من با عقل ناقصم میگم که از دوست داشتن زیاده که آقا تاها به شما تون شدیه و منم یه بار سر این که داداشم با زنم بعد حرف زد بهش گفتم قاطر. بالاخره فکر کنم آقا تاها دوست داره خانم دکتر رو، سر همین عصبونی شد و بهتون گفت حیوان قاطر. نه اون قاطر نگفت، قاطر من اشتباهی گفتم، اون چون دوستش داره من فکر میکنم که سلام خانم. سلام. بچه هم هنوز سبش قطع نشده، دیشب یه روند تا صبح گریه کرده. داروبش دادم خوب میشه. نشده دیگه، یه معاینه دیگهش بکن. برو گفتم خوب میشه. نشده، یه معاینه. داروبش دادم خوب میشه، حالا برو. مواظبش باش. زنگش بابت درد دیگه است، درد خاطرخواهی. خاطرخواهی؟ یه دختر کلاش که مثل اختاپوس میخواد بشنه رو سرش. یه خانم دکتر. کدوم خانم دکتر؟ همونقدر که تاها به درد همسایگی میخوره به درد عاشق بیشگی نمیخوره. تو بهم دروغ گفتی؟ اونم لازم بود. چرا لازم بود؟ واسه اینکه اینا همون آدمایی هن که بهت گفتم گشنه و خطرناک. اگه امروز گشنگیشو رو نکرد و پوستتو نکند واسه اینکه منتظره که فردا این کارو بکنه، پس فردا این کارو اون فقط یه آمپول اون فقط یه آمپول به تو نزد. تو به همین چی گفتی؟ من چی گفتم؟ از 5 سال پیش افسانه هنوز آدم